استاد امیر همایون خرم متولد سال 1309 9 تیر ماه در بوشهر از استادان به نام موسیقی ایران در زمینه آهنگسازی و نوازندگی ویولون هستند. ایشون که از اعضای شورای عالی خانه موسیقی بود، هم در زمینه آهنگسازی، هم در زمینه نوازندگی و هم در زمینه پژوهش موسیقی فعالیت‌های بیشماری کرد. اما بیشتر ایشون رو به عنوان آهنگساز می‌شناسیم و در این آهنگسازی بخش ملودی سازی در ایشون یک حالت برجسته تری داره. او که به واسطه یه نوازندگی مادر که تار می نواختن و از شاگردان نی داوود بودن و به همین دلیل هم اسم ایشون رو همایون گذاشت، چون علاقه زیادی به دستگاه همایون داشت، به وادی موسیقی اومد و از شاگردان استاد ابوالحسن صبا شد. 3 تا 4 سالی نزد استاد صبا کار کرد. او که در 10-11 سالگی کار خودش رو در موسیقی شروع کرد، در 14 سالگی به رادیو رفت و اجرای سولو در ویولون در همون سن داشت. او در سال 1333 به استخدام رادیو تهران در اومد و در اونجا حدود 25 سال با برنامه‌های بسیار خوبی از جمله گلها همکاری مستمر داشت. و همچنین با گروه موسیقی خادم میثاق همکاری کرد و رهبری گروه موسیقی شماره 2 رادیو داشت و سرپرستی گروه سازهای ملی و همچنین سرپرستی موسیقی برنامه 3 رادیو اف ام رو بر عهده گرفت. او در زمینه هارمونی شاگرد فریدون فرزانه بود و هارمونی رو به شیوه سارلی آموخت. در ارکستراسیون از کورساکوف میشه گفت بهره گرفت و سبک و سیاق خاص همایون خرم باعث شد که قطعات او معمولا در ذهنها بشینه و این بزرگترین افتخار برای یک آهنگساز هست که قطعات او سالها در بین چندین نسل دائم زمزمه بشه و بگرده و این نشان از قوت بالای نبوغ ملودی سازی ایشون هست. تقریبا میشه گفت 3 نسل و حتی 4 نسل از ایرانیان آهنگ های او رو دائم زمزمه میکنه و میشناسن. اگرچه نمیشه گفت که همایون خرم در پایه نوازندگی به پرویز یا حقی یا بدیعی میرسید، اما ساز او هم ساز شیرینی بود. اما میشه گفت که برتری آهنگسازی او نسبت به آهنگسازی پرویز یا حقی و بدیعی باعث شد که از این جهت او در مقام بالاتری قرار بگیره و علی تجویدی هم مثل او در آهنگسازی بیشتر تونست موفقیت کسب کنه. میشه گفت ساز همایون خرم پرسلابت، سنگین و عاری از پیرایه ها و خودنمایی هاست. آهنگسازی همایون خرم و علی تجویدی معمولا در این حال که ذوقی بود با پشتوانه علمی هم همراه بود. کارهای ارکستری او غالبا داره جمله بندی های مرکب و پیچیده توأم با ضرباهنگ های بسیار متنوع هست. او با نوازندگان بسیار شهیری و با خوانندگان بسیار شهیری همکاری داشت. معمولا با خانم پروین زهرایی منفرد همکاری بسیار طولانی داشت. اما همچنین با حسین قوامی، خانم الهه، خانم مرضیه، گلوریا روحانی، خانم دلکش، شجریان، گلپا و ایرج همکاری داشت. سنگینی و بیپیرایگی صدای خانم پروین باعث شد که اونها یک همکاری بسیار طولانی با هم داشته باشن. انگار که صدای خانم پروین با موسیقی همایون خرم بسیار عجین بود. مجموعه آثار همایون خرم بعدها توسط خوانندگان جدیدتر بازخوانی و اجرا شد، اما شاید به سختی بتونیم بگیم که به خوبی اجراهای گذشته از کار در اومدن. از جمله شاگردان مهم مکتب همایون خرم آقای مانی فرزی، پژمان پورزند و بابک شهرکی هستند. تحصیلات دانشگاهی همایون خرم در زمینه مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت بود و تا مقطع لیسانس ادامه داشت. او بعد از انقلاب میتونیم بگیم که این مدت طولانی فعالیت‌های حرفه‌ای موسیقیش و از جمله آهنگسازیش مسکوت موند و او بیشتر به تحقیق و پژوهش پرداخت و همچنین تدریس ساز ویولون و بعدها دوباره تونست برگرده به فعالیت آهنگسازی در یک مدت کوتاهی.
او سخنرانی های در زمینه موسیقی ایرانی در مرکز هنری فرهنگی اروپا و آمریکا مانند دانشگاه UCLA داشت. در مورد استاد سبا و موسیقی ایرانی در دانشگاه گیلان، دانشگاه پزشکی شیراز صحبت کرده. در مورد سبا در انجمن موسیقی فارس، همچنین در باب مقامات موسیقی ایرانی در دانشگاه علامه طباطبایی و در باب سبک و سیاق استاد علی نقی وزیری در فرهنگسرای ارسباران و همچنین درباره مشخصات موسیقی ایرانی در دانشگاه صنعتی اصفهان به سخنرانی پرداخته. از سمت‌های او که یکی از اونها آهنگسازی در رادیو گلها و برنامه موسیقی ایرانی رادیو بود، همچنین استادی دانشکده موسیقی ملی و درجه یک هنری معادل مدرک دکترا از واحد ارزشیابی هنرمندان ایران و رهبری ارکستر سازهای ملی، همچنین عضویت در شورای عالی موسیقی رادیو است. از ترانه های ماندگار او قوقای ستارگان با صدای خانم پروین، همچنین پیک سحری، سرگشته و دلم شکستی با صدای حسین قوامی، رفته رسوای زمانه، یارم گره بر مو زده با صدای بانو الهه، طاقتم ده اشک من هویدا شد ای ماه من در میان گلها، از من بگذرید آیا همه شما بیگناهید با صدای بانو مرضیه، در بستر غم با شعر تورج نگهبان با صدای مهستی، همچنین ساقی ببین، خدا کند عاشق شوم با صدای دلکش، همچنین عالم تنهایی و اثر تابکی با صدای پوران، شهرزاده رویا با صدای یاسمین، افسانه شیرین با صدای هایده، آتش با صدای سیمین قانم، قصه گو با صدای هوشمند عقیلی و در سالهای اخیر آلبوم های تنها ماندم با صدای محمد اصفهانی و آلبوم رسوای زمانه با صدای علیرضا قربانی و ترانه بوی باران آلبوم نون و دلقک محمد اصفهانی میتونیم نام ببریم. کتابی که از اون منتشر شده کتاب قوقای ستارگان، مجموعه خاطرات و یادهای مهندس همایون خرم هست که توسط علی وکیلی جمع‌آوری شد. ردیف اول و ردیف دوم هست که به اهتمام بابک شهرکی، مجموعه آوازها و چهار مضراب‌ها و بیشترامدها و رنگ‌های ایشون هست که ردیف دوم در حال آماده سازی و چاپ هست. چهار مقام که قطعاتی در ردیف‌های ماهور، چهارگاه، همایون و اصفهان به شمار میره از قطعات استاد همایون خرم توسط دکتر محسن کاظمیان جمع‌آوری و در مرحله چاپ و طبع قرار گرفته. او در اواخر عمر به بیماری سرطان روده مبتلا شد و تحت شیمی درمانی قرار گرفت. در سن 82 سالگی در روز پنجشنبه 28 دی سال 1391 در ساعت 23 شب در بیمارستان تهران درگذشت. آرامگاه او در محل بهشت زهرا در قطعه هنرمندان قرار گرفت.